الفاتحین. آمین آمین یا رب العالمین. خواب بحث منظرمون سیرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. ما درباره زندگی نامی پیغمبر خدا بحث کرده استیم و چنی ملکه و علم خمون پس هم به شما رسانده استوده ایم. برای ما ضروره که باید ما زندگی نامی رسول اکرم دانیم صلی الله علیه و سلم. واجبات ایمانی مونه برای چی؟ برای اون که پیغمبر مونه. این شوخی نیست، پیغمبر مونه. باید ما زندگی نامش دانیم. اکنون بحث مناظره آمد از آوان کودکی پیغمبر به دنیا آمد، در قبیله سعدیه کلان شد، حلیمه مادرمون شیرخوراکی را کردن، اتمام کردن، آوردن، سپریدنشان. مادرشان به سوی قبرهای تقاهاشان و پدرشان زیارت رفتن، از او بر آمدن در یک از منطقه های بین مکه و مدینه مادرشان از دنیا گذشتن. سرپرستی را باباشان عبدالمطلب گرفتن. در 8 سالگی پیغمبر خدا عبدالمطلب از میان رفتن، بعد از اون ابو طالب امکشان سرپرستی را گرفتن. پیغمبر اکنون 12 ساله هم در زیر سرپرستی امکشان ابو طالب و سوی شام می روند. در اونجا یکی از علمای مسیحیت با نام بحیرا یا بحیرا و می خرند. اون بحیرا یا بحیرا در وادی بود، در وادی بصرا پیغمبر صلی الله علیه و سلم زیارت میکنه، دستای پیغمبر را بوسه میکنه، پاهای پیغمبر را بوسه میکنه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگن نبرید او ملکو، ایدا یهودی و مسیحی و رومی و ضرر میرسانند. میگن چی و ای کجا فهمیدی؟ میگه اینکم حین اشرفت من العقبتی، وقتی شما از وادی میخمیدی اومدن میگرفتی، لم یبقی حجرون ولا شجرون، یگون سنگ و یگون درخت و یگون نباتات باقی نمونده بود که الا خر ساجدن، دیدم که از قفای پیغمبر سجده میکنن. این معجزات احمده ای قفاش سجده میکنن. ولا یسجدون الا لنبیین، این کار فقط پیغمبر را میشود. این را من دیدم، این مسیحی بود، علیم مسیحی بود. و این عارف و من میشناسم که این پیغمبر خاتم پیغمبر ها های من میدونم که در بین دو کتفش مهر نبوت داره. مهر نبوتش مثل 3 بباریم بلند های. حتی صحابه روایت میکنن که مهر پیغمبر زیارت کردیم رنگ تخم کبک بود. در بین دو شانش مهر خاتمه پیغمبر ها. ما ایره در کتاب ها من یفتگیم تورات انجیل ده که آخران پیغمبر ها علامتاش همین های. اکنون رسول الله به سن 20 سالگی میرسه. جنگ فجار، حرب الفجار، جنگی که قدر قیمت نمیکنن. قبیله های اطراف مکه بین یکدیگریشون جنگ میشوند، جنگ به درجه میشوند که خونریزی ها میشوند. پیغمبر در این جنگ امکوش یاردم میکرد. خداوند کعبه را برای ایو داد، ایو نشکری کردن، جنگ کردن. این جنگ در اسلام با نام جنگ چی؟ جنگ پر از گناه و بی‌معنیگی. نبین که خدا میتیده با قدر نکنی با شرمندت میکنه. کعبه را دو در کعبه جنگ شد، 5 قبیله بزرگ. اکنون این صحنه از بین رفت، پیامبر 20 ساله هستن. بحث میشود حلف الفضولی. حلف الفضولی یعنی عهد و پیمان بین میان روی برای صلح و ثبات. انا اینجا بحث میکنیم. در ماه ذوالقعده بعد این جنگ کلان یک عهد و پیمان صلح امضا شد بین 5 قبیله بزرگ از قبیله های قریش که اون بنی هاشم بود اولاد رسول اکرم، بنی مطلب بود اولاد رسول اکرم، بنی اسد بود، بنی زهره بود، بنی تیم. 5 قبیله اکنون آمدن چکار کردن؟ متحد شدن. باید چکار کردن؟ عهد و پیمان صلح بستن. اینو بینشون جنگ شده بود که اکنون عهد و پیمان صلح. سببش چی بود؟ سبب همین چی بود؟ سبب چی شد که همینو عهد و پیمان بستن؟ سبب همین بود که مرد از قبیله زبید آمدگی بود و یک سلعه مال و متاع زیاد قدیم مکه. او خرید و فروش کرد در بازار مکه. در این بازار آسیب نوائل یکی از بزرگترین مردم های مکه بود، خیلی سرسخت بود. آسیب نوائلی سهمی مال او را گرفت، حقش گرفت، او را مقصد فریب کرد، مال زیاد قبول کرد، او را نداد پول و مالش. این مرد زبیدی را سر کرد. این مرد زبیدی را چکار کرد؟ سر کرد.
این مرد آمد فستعدا، طلب یاردم کرد در خاندان بنی عبدالدار، بنی مخزوم، بنی جمعه، بنی سهم، بنی عدی، اومد گریه کرد که اخی پولی مرا بازگردانن، این مرا فریب کرده. شما چخلی مرد میده مکه زندگی میکنی کارا میکنی؟ و شما چی خیلی میکنی و زمین مردم بسیار دویدن میبین میگن اخی اطراف مسجد چی خیلی بزرگه که موری پوسیدگی فریب میکنن مورا. انا می خیلی ده همو زمان بود و میگه اینجا مسجد ای قدر مردم باید ای خدا و رسول فهمه ای چی خیلی روزه میگه موری که فریب میکنن. بسیار شکایت هم شما میکارو شما بوار کنی ده آدم میبین ده یفته این چی خیلی هم میگه چی خیلی جا اینجا. انا همین در مکه بود گردی خونه مکه ده بودن پنج تا قبیله بزرگ، کارشون فریب، کارشون ریبا. این قبیله زبیدی رو فریب کردن مرد بیچاره را، مال و تجارت چه گرفتن گفتن گپ میزنی زبان ته میکنیم، هیچ گفتن نتونست. این دید که نمیشوه، بعد از او همین قدر صدا کرد پازد که گپ هیچ کس نگذشت. فعلا جبل ابو قبیس، که ابو قبیس بلند شد از ظلمش گریه کرده باید خونده داد زد که ای مردم اکنون بیایی این کعبه ای را که تعریف میکرده مردم را بینه چلی کرده ای کعبه را گریه کرد. و کعبه ای اوین ابراهیمی قدی بود اخی کعبه ده همه حج کرده گیا داد زد که بینه حالی مردم را چکار کرده استیان. همین خیلی ندایه کرد حق شد گفت که ظلمم کردیان موهاش میگذر حقی مرا نمیتیانی و ظلمی حقم شده. داد زده مرد گریه کرد که این زمان از اونجا میگذشت زبیر ابن عبدالمطلب امکی جناب پیغمبر، امکی پیغمبر داشت نوش چی بوده زبیر هموت هم میگذشت. حتی این جمعیت دید از اون گذشت آمد حولی عبدالله ابن جدعان که این رئیسی بنی تیم بود، آمد حولی حموده و جمعیت جمع کرده. اما که پیغمبر خدا یک حلف عهد و پیمان بسیار ششتان اکنون امضا کردن به یک عهد و پیمان. عهد و پیمان همین بود که کسی در مکه باید یگان مظلوم دیگر یافت نشود، در مکه باید فریب نباشد، در مکه باید اگر بینی یک گنجش خون میشود جواب بدهد. همین خیلی امضا شد اگر یک مظلوم در مکه ظلم میبینه اهل مکه جواب میدن. اینا برداشتن قبیله و قبیله اومدن کلانوش عهد و پیمان شد. انا امین که میخیزیم میرم از گلوهش میقپیم ظلم مظلومه باید ظالمه در پیش مظلوم و ظلمه غلطانیم که باید جواب دهیم. این عهد و پیمان نامش چی بوده؟ حلف فضولی، یعنی عهد و پیمانی بین قبیله ها. این کار شد. بعد از آن خیست آسیب نوائل سهمی انامین فریبگری نیرنگ باز که این دشمنی رسول اکرم هم بود صلی الله علیه وسلم وقتی رسالت ده خیست و چکار کرد؟ عذر پرسید، حق زبیدی را پاک گیزه شتراش را پل مالش را برگردانده داد، همه را جا با جا کرد. یعنی که انامین قبیله او را به جوابگری کشیدن. این چی شد؟ یک عهد و پیمانی که جای ظلم زده و جای جور زده و آدم مظلوم اگه ما دستگیری میکنیم. پنج شش قبیله یک جای شدن و آسیب نوائل آوردن کشیدن جا با جا کردن پاک گیزم ظلمی و برقرار کردن. کاش که همی خیلی گروه همی خیلی جمعیت هم در ما باشد، کاش که همی خیلی باشد. بعد از او فقط حضیر رسول صلی الله علیه و سلم پیغمبر خدا در آن همین عهد و پیمان حضیر به دستیان با همراهی امکیوش در انمین عهد و پیمان یکی ای امضا کننده هاش جناب پیغمبر خطی امکیوش دستیم. یعنی که اومدن یک جای شدن و قال بعد ان شرفه الله به رساله، بعد که پیغمبر بعد این عهد و پیمان که دستی مظلومه میگیریم، مظلومه بلند میکنیم، فریبگر از بین نیست میکنیم، هر انسانی مردم را غمیت او را نابود میکنیم، هر کسی مردم را ظلم میکنه او را میخمونیم، حقی ظلم دیده را بازگردانده میتیم. پیغمبر وقتی که بر رسالت پیغمبری مشرف شدن گفتن لقد شهید تو فی دار عبدالله ابن جدعان حلفا ما احب ان لی به حمر نعمی ولو دعا به فی الاسلام لعجبتو. من شاهد بودم در خانه عبدالله ابن جدعان در انمون عهد و پیمانه که برای زید ظلم خستگی بودن برای من دوست داشته تر بود از شترای سرخ موی عرب. اگر همین در زمانی من دعوا شوا در اسلام گوان من انمو صلح دوباره برقرار میکنم قبول میکنم. یعنی که پیش ای اسلام کاری خوب پیغمبر قبول میکنم،
که نگویم برادرو خوبی نبود، خوبی در همه دوره بود، خوبی در همه دوره، در کدام دینه، در کدام آینه خوبی را روحی راست اومرده قبول کندر کنه. پیامبر گفت اگر در زمان اسلام انا میخواد عهد و پیمان آوازیم دوباره میکردن، گفت من دوباره او را قبول میکردم. چرا؟ برای فایده مظلوم بود. ایره چی بکردن؟ باید فریب ای سرزمین ها گم باشه، دروغ ای سرزمین ها گم باشه، ظلم ای سرزمین ها گم باشه. بعد از او پیامبر صلی الله علیه و سلم این گپا گفتن، شاهیدی انا من عهد و پیمان قبایل عرب بدن. این اول پیش ای پیغمبریشون های اکنون پیش ای پیغمبریشون حیات العمل چکار میکرد؟ پیغمبر تا 40 سالگیشون چکار میکرد؟ پیش ای رساله چی کار در مشغول بود؟ معلومون این معلوم های جناب پیغمبر به دنیا آمده یتیم، و وجدک یتیمن فآواتی، یتیم به دنیا آمده نشنما دادم، یعنی که تره سرپرستی کرم خدا میگرد، یعنی که پدر ندیده، مادر به سری ندیده، بابا را به سری ندیده، امک همچنین پیامبری ما به دنیا آمده یتیم، یعنی که در زیر حمایه باباش کلان شده، امکیش کلان شده، ای پدرش یک تنگه به میراث یکون چی نبرده، یک تنگه هیچی نبرده که بایگری کنه. زمانی به سینه میرسه که اکن کار کنه، یکمین کاری بود چی بوده؟ رعی الغنمی گوسفندچرانی در بادیه با برادرای شیرخوارش که فرزندای حلیمه بودن در بنی سعد، حضرت چی میچرون؟ برچه ها رو میچرون. ابتدای کارش ای برچه ها بز غلو سرشده است که در رسول اکرمه ابتدای کارش میگه همینجا سر شد. زمانی مکه آمد، مکه دم گوسفندچرون بود، قراریت، قراریت چی را میگفتین؟ یک پولی نوچیزی که از دینار پایانتر بده، یعنی گفتن نیست ده دینار، یک قسمی از علما گفتن که سه یک هشت دینار، امروزه ده ریال قریب ده هر روزه ده گوسفند مردم مکه را میچرونده پیامبر اکرم. چرا؟ از خودشان پرسن که چرا شما این کار را کرده؟ بوده تمام پیغمبرا در ابتدای زندگیشان مالچران بودن. فقط قال پیغمبر گفتن بعد ان اکرمه الله بالنبوه، پیغمبر خدا با پیغمبری دعوت کرد، رسالت پیغمبری را داد، گفت ما من نبی الا و رعاها، یعنی پیغمبر را نمیدونم که مالچرانی نکرده باشه. هر کس گفت مال اداره کرده تونه جمعیت اداره میکنه، جمعیت رنگی مول، رنگی رمای، تزوگ داره، تنبل داره، دیوانه داره، کور داره، شال داره، دینگ داره، نمیفهمیدگی داره، همین جمعیت، همین اگر کسی اداره کرده تونه خدا او را رهبر میکنه، امید تونه کرده. حتی حضرت موسی را یک مول همی خیل مولوش با یک تا مولوش شوخه داشته که همی خیل حضرت موسی را غم میتین، حضرت از این منورا با این اخبه، این با اخبه، با این اخبه یک همی بزی سر غم میتین. از خفاش می روید این بر قریب شام، حضرت در نوک یک شخ با بزغالچه را می قفه می گیرد که این مال مونده تا آمده می رسد که شبی تاریک فرا می رسد. همون بزغاله که با می گیرم ای پیشونش بوسه می کنه، می گه از بغلی من دور نگریز که گرگات تیکه تیکت می کنم، یعنی که گندگی نمی کنم. مو اگر باشیم در حال می دونیم چکارش کنیم، پیامبر که مهربونم، یعنی که همورا با سرکش سیله میکنه که ای بغلو از قطنی من دور نگیرز، ای اغلی من دور نروی، ایجا هر یک گرگ دوره که رنگی من برای تو مهربان نیست. یعنی برای انا همین پیامبرو چقدر با مول و اونها چراننده مول بودین، ده مرده بودستین. پیامبر اکرم هم ابتدای عمرشان قریب ده ریال ده مردگی میکردین. ولما شب به نبی و بلغ الفتوه، وقتی که پیامبر جوان شد، نشانما یا فتوت به جوان مردی و بلندی رسید، بعد از او تاجر شد، همچنانه که در تجارت در آمد با همراهی صائب ابن ابی صائب گفتنی سوداگر بود، خدمه سودا را سر کردن، و کان خیر شریک له، بهترین شریک پیغمبر بود، هیچ محل ظلم نکردن، یک دیگرش فریب نکردن، یک دیگرش غدر نکردن، تجارت با ان همین مرد قریشی، مرد مکه بودگی این شخصیت سر کرد. پیغمبر صلی الله علیه و سلام این مرد خیلی تاجری دانا بود، دید که پیغمبر در معامله بی حد امانت داره، صدیق عفیف آکای، همین خیل حدیه و همین خیل مال جمع کردن، همین خیل در حیات زندگی کردن، این مردی تاجر این خیل فایده را یگان بار در زمانی
حیاتش دیدگی نبود، از روزی که با رسول الله کار کرد، امانتداری، صدق، وفا، جوانمردی پیغمبر دید، نام رسول اکرم امین ما، محمد امین، یعنی پیغمبر ما یک میجه زدن خیانت کردگی نبود است. ان امین قدی تجارت سر میکنن و درجه سوداگری پیامبر در مکه اعلان می شود و خدیجه بنت خویلید زنی سپاه و دانا و زیرک، زنی تاجر حسن و جمال که تمام عرب در تجارت این حیران موندگی هن، عاشقش تمام تاجران هن، وصف رسول الله را می فهمه. در 25 سالگیش پیامبر از وصفش پنهانن عاشق می شود، نام پیامبر را می فهمه. پیامبر در این تجارت به سوی شام دعوتش میکنه و رسول الله را فروشنده میگیره. خدیجه بنت خویلید یکی از بزرگترین زنهای عرب، در شرفی، در مالی، در نسبی، در حسنی، در جمالی، پیامبر برای خدیجه فقط گریه میکرده، زور زور گریه میکرده است. یکان زن در پیامبر مثل خدیجه که گریه نکرده بوده، ابن حجر گریه میکرده است. شل کودک برای شیر گریه میکنه، برای خدیجه پیامبر انقدر گریه میکرده است. میگفتیان که آخی برای تو از این خدیجه بهتروش هستی، بهتروش در این دنیا. میگه والله والله مثل خدیجه خدا اح نداده ایم. چقدر خدیجه دوست میداشه پیامبر، پیامبرم خدیجه را دوست میداشتن. این زن 15 یا 18 سال ای رسول الله کلونه صلی الله علیه و سلم، ای شوهری پیشترش دو تا دختر داره، پیامبر دختر را کلام میکنن، یعنی خیلی شخصیت بودن، دو فرزند دارن، یکی میگن پسر دختر بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم با خدیجه زندگی میکنن، حتی که پیامبر در غاری هیرا بودن در ابتدای اسلام که قرآن نازل میشود، پیامبر در غاری هیرا ماه شریف رمضان می در آمدن، دیگر نمی بر آمدن، ای 30 تا 40 روز در غار به خدا پیوستگی میکردن. در ابتدای پیغمبریشان امام احمد حدیث روایت میکند که جبرائیل می آمد غار می در آمد، می گفت ای پیامبر سلام علیک، ای خدا با تو سلام، ای پیامبر خی غار رو بچین کن و تازه کن که خدیجه تر خبرگیری آمده است. یعنی اومدن خدیجه را خدا وحی میکرده است. از این دامن این گونه فرزندا به دنیا می بیایند، تمام سیدزاده های دنیا امروز از دامن خدیجه را فرزنداشان. یک زنی که مال و ملک تمام چیش پیامبر داد، زمانی پیامبر میگه همه از من رو گردان، این زن رو نگردان، من 6 سال بازارو را برای من محکم کردن، پول و مالش داد، این زن با پرگی ای بحری پول و مالش گذاشت، هیچ نمونه حتی که یک بردنان نداشتیم در قبیله ابو طالب اما که بخریم همه را محکم کردیم. میگه خدیجه می اومد که ای قدر پول و مال در این رخ دادن، میگه پیش پیامبر می اومد دستاش پیش قفس سینه میکرد که ای فرستاده خدا، پدر مادرم فدا شود، با تو نگویی که من برای پول و مالم زیخ میشم، من همش دادگیم، تا احزیق نشو، من همش دادم، این امروز فقیر شدم به خاطر این، من راضیم. این اولین زنی هست که فهمید سعادت سراسیموار آمد آغوش پیامبر اکرم در آمد، یعنی که این خیل خدمت ها کردن، این خیل کار ها کردن. اکنون در باره خدیجه مادرمون همی قگویم کمی، اکنون رسول الله فروشنده خدیجه می شوند. در سینی 25 سالگیشون بعدی فروختن خدیجه مادرمون این فروش فایده را می بینه و خدیجه خودشون اصاخالی میکنه پیامبر اکرم. فردا از امیجا دوامش میتیم، خداوند ما را برای راستی دایت کن، از آفت و بلا و کلفت ها ما را نگهبان باش، عاقبت کاری ما را به خیر، ایمان ما را به سلامت کن. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا و انت خیر الفاتحین. آمین یا رب العالمین.